بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم برترین درودها و سلامها محضر پاکان و مقربان درگاه الهی و همچنین عرض سلام و درود و احترام به محضر یکایک شما بزرگواران و همراهان رسانه جهانی هادی به وقت بیداری دیگری را تقدیم شما عزیزان میکنیم. بسیار خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا بنده و همکاران عزیزم در این رسانه جهانی بار دیگر فرصت پیدا کنیم تا با شما همراه باشیم و به شما سلام عرض کنیم. در این روزهای آخر ماه صفر، روزهای حزن و اندوه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، از همه شما عزیزان تقاضا مندیم که برای ما و همکارانمان دعای خیر خودتان فراموش نفرمایید. یک شنبه شب دیگر هست و همراه شما بزرگواران با حضور ارزشمند جناب استاد موسوی عزیز، موضوع حقوق خانواده از نگاه امام سجاد علیه السلام با بررسی دقیق‌تر موضوع حقوق زن بر مرد رو انشاءالله پی خواهیم گرفت. سلام علیکم استاد، خوش آمدید. و علیکم السلام، محضر شما و همه بینندگان عزیز عرض درود و سلام داریم، در خدمت شما هستیم. بسیار تشکر استاد عزیز که امشب هم مطابق یک شنبه شب‌های گذشته بنده و همه عزیزان میتوانیم از وجود ارزشمند شما در برنامه استفاده کنیم. موضوعی که بسیار مورد استقبال عزیزان واقع شده در فضای مجازی و بسیار هم دوست داشتن که برسیم به حقوق متقابل زن و مرد در محیط خانواده از نگاه بسیار ارزشمند و والای امام زین العابدین علیه السلام. و ظاهرا جلسه قبل هم جملاتی رو فرمودید در مورد حقوق زن بر مرد. انشالله امشب منتظر هستیم که ادامه بحث از شما بشنویم. انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. همونطوری که اشاره فرمودید، بحث در رابطه با حقوق زن بر شوهر در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بود. بله. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در جملاتی که در این زمینه دارن تأکیدشون بر چند نکته است. نکته اول این است که در ابتدا نظر دین در رابطه با زن و شوهر رو و این که اینا برای همدیگر چه موقعیتی دارد رو تبیین کند. می‌فرماید که باید هر دو بدانند، زن و شوهر، که زن و شوهر نعمتی است از نعمت‌های بزرگ که خداوند نصیب اینها کرده و بعد باید شکر این نعمت رو به شایستگی به جای بیاورند. این خیلی مهمه. در جلسه قبل ما توضیحات در این زمینه عرض کردیم. بعد می‌فرماید که حالا خداوند متعال که این زن رو آرامشگر روح و روان این فرد قرار داده، مونس این فرد قرار داده و پرستار دلسوز برای کهنسالی و ایامی که بهش احتیاج مراقبتی داره قرار داده، پس واجب است که مرد این مسائل رو نسبت به زن خودش رعایت کنه، یعنی حقوق زن بر مرد. من همینجا یک توضیح کوتاهی بین پرانتز عرض بکنم. این بحث حقوق زن یک بحث فلسفی و حقوقیه، یک بحث استدلالی و بحث عقلی است. یعنی قبل از آنی که اصلا دینی باشد و قرارداد باشد و قانونی باشد، این بحث حقوق زن از نگاه حکمت و فلسفه و عقل قابل طرح بوده و مطرح هم بوده. اما اون چیزی که برای ما لازم توجه بکنیم اینه که دین مبین اسلام در آموزه‌های بلند خودش بین حقوق و اخلاق تو امان جمع کرده. یعنی مباحثی که ما مطرح میکنیم علاوه بر این که ریشه های حقوقی اون رو هم اشاره میکنیم، بیشتر جنبه اخلاقی داره که اگر ما بتوانیم در این سطح حقوق متقابل زن و شوهر رو تبیین بکنیم و انشاءالله رعایت بکنیم، خیلی جلوتریم از اون که صرفا حقوق الزام آور قانونی که با قوه قهریه قرار است مثلا در خانه حاکم باشد و جاری باشه اجرا شود. از اون سطح خیلی ما فراتر رفتیم. در اینجا امام سجاد علیه السلام میفرماید اولین حقی که زن بر شوهرش دارد این است که و یجب ان یحسن
مصاحبتها مع نعمت الله، واجب است که حسن معاشرت داشته باشد با همسرش، که این همسر یک نعمت بزرگ خداست. خیلی زیباست این تعبیر، حسن معاشرت داشته باشد در زندگی مشترک. این شعار نیست، این رفتاری بوده که خود اهل بیت علیهم السلام داشتن، پیامبر اعظم داشتن، شاگردان این مکتب داشته، عالمان دین داشتن، و به ما هم این توصیه امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند. استاد فرمودید حسن معاشرت، شاید در کتاب‌ها، در رسانه‌ها و در حتی بسیار از گپ‌های خانوادگی ما این کلمه رو بسیار می‌شنویم. درست. به چی معناست حسن معاشرت؟ احسن. و اگر امکانش داره یکم ساده‌تر بیان کنید. آره، این از همون جملات مثل مثلا فرض کنید میگه فرهنگ، تمدن، فلان اینا که زیاد به کار برده میشه، ولی به معنای دقیقش ممکنه ما خیلی توجه نداشته باشیم. حسن معاشرت رو از روی مصادیقی که بیان میکنیم معناش روشن میشه. یعنی موارد حسن معاشرت در رفتارهای اجتماعی و خانوادگی وقتی توضیح داده میشه معنای حسن معاشرت روشن میشه. گرچه که حسن معاشرت یعنی رفتار نیکو، رفتار کریمانه، رفتار بزرگوارانه. الان توضیح میدم خدمت شما. پیامبر اسلام فرمود در خانه انسان باید این چنین باشد. خطاب کرد با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چقدر زیباست. آقا امیرالمومنین می فرمودن که هر روز پیغمبر یک صفت و یک ویژگی برجسته ای رو برای من قرار می داد، علم می کرد و من اون رو پیروی می کردم. پیامبر پیوسته اینچنین امیرالمومنین رو تربیت فرمودن. گرچه که مولا امیرالمومنین معلم اخلاق عالمه، اما شاگرد مکتب رسول مکرم اسلامه. پیامبر اسلام خطاب میکند به امیرالمؤمنین علی علیه السلام که یا علی، علی جان، خدمت العیال، خدمت کردن به خانواده، به همسر، به اعضای خانواده، کفارتون للکبائر، سه تا اثر بسیار بسیار ماندگار برای انسان داره. یک، این که کفاره است برای گناهان کبیره انسان. کبیره، بله. انسان بالاخره جایز الخطا است، گاهی ممکنه گناه از انسان سر بزنه. پیامبر اسلام میفرماید یکی از راه‌های رهایی از گرفتاری گناه و از عواقب گناه اینه که انسان خدمت بکند به اهل و عیال خودش. آقا به چه کسی خدمت بکنیم؟ فرمود به اهل و عیالت، به مادرت، به پدرت، به همسرت، به اعضای خانوادت. عیال را هم در لغت گفتن اونهایی که واجب النفقه انسانه، که از جمله اونها همسر انسان. کفارتون للکبائر. دو، و تطفئ غضب رب. خدمت به اهل و عیال، به همسر، سبب می شود که خشم خداوند از انسان و از خانواده انسان دور بشه، دفع بشه. دفع بشه، یعنی ممکن است یک کار بدی از انسان سر بزنه که موجب عذاب باشه، موجب خشم الهی باشه. این خدمت خالصانه ای که ما برای همسر و خانواده داریم اون خشم الهی رو دفع میکنه. چقدر زیباست. بعد فرمود که سومین فایده ای که داره دینه، و تزید و فی الحسنات و درجات. حسنات شما رو در پیشگاه خداوند متعال زیاد میکنه، درجات شما رو بالا میبره. بعد فرمود که یا علی، علی جان، خدمت نمیکند به اهل و عیال و خانواده کسی مگر این سه گروه: صدیقون، صدیقون، اونایی که راستگویانن، در طول تاریخ در قرآن مورد تمجید قرار گرفته، من الشهداء و صدیقین، و شهید، خدوم است، خدمت میکنه برای خانوادهش، و او رجل یرید الله به خیر دنیا و الاخره، یا کسی که خداوند خیر دنیا و آخرت رو برای او یک جا خواسته. این فرد خدمت به اهل و عیال میکنه. ببینید در رفتار اهل بیت عصمت و طهارت ما اینها رو بسیار به صورت پررنگ میبینیم. پیامبر اسلام، امیرالمؤمنین و دیگر ائمه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مکرر در تاریخ زندگیشون داریم که بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرمودن من مشغول کار خانه بودم و ابوالحسن یحمل حسنا و حسینا، یعنی کمک می‌کرد در کارهای خانه. امیرالمؤمنین میآمد با اینی که امیرالمؤمنینه، اما در خانه خدوم است برای اهل و عیال. امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو بازی میدادن به تعبیر ما، سرگرمشون میکردن، نگهداری میکردن تا زهرای مرضیه به کار خانه برسه. تمام ائمه به همین شکل بودن. ای کاش که دو سه دقیقه اخیر فرمایشات شما رو
عزیزان همراه با دقت گوش کرده باشند و یا اگر گوش نکردن در فضای مجازی باز در بازپخش های برنامه ببینن و این انتقال بتن. و حالا انشالله که ما نداریم در بین همراهان برنامه کسانی که نسبت به خانوادهشان کم لطفن، کم میرن و اگر هم دوربرشان کسی هست، این فرمایشات پیامبر که از لسان مبارک شما استاد عزیز ما شنیدیم بسیار راهگشا خواهد بود، گناهان کبیره را از بین میبرد، حسنات انسان رو زیاد میکنه، غضب خداوند دفع میکنه و حسنات ما رو زیاد میکنه. بسیار مهم بود استاد و من فکر میکنم که در فضای مجازی ارزش داره که برنامه رو بارها بارها ما ببینیم انشاءالله. سلامت باشه. حدودا یک دقیقه دیگه ما در این بخش خدمت شما هستیم. اینو عرض کردیم که رفتار شاگردان اهل بیت هم به همین شکل بوده. یکی از شاگردان مکتب اهل بیت مفسر بزرگ قرآن کریم علامه طباطبایی است. بله. ایشون میگن وقت همسرشون از دنیا رفت، اونقدر در از دست دادن این همسر متأثر شده بود که اشک چشمشون بند نمیاد، مکرر گریه میکرد. بعضی از شاگردانشون هم عرض کردن آقا شما یک فیلسوفی بزرگ جهان خلقتی، یک حکیم بزرگ اسلامی، چرا اینقدر به خاطر از دستن همسرتون بیتابی میکنید؟ این بیتابی که روا نیست، چرا اینقدر گریه میکنید؟ ایشون فرمود گریه های من به خاطر اینه که اون یک همسر مرافق بود با من در تمام عمر و زندگی، هیچ وقت نشد که من چیز رو اراده بکنم از او بخوام ولی قبلش او برای من مهیا نکرده باشه. دوست می داشت مثلا امروز ما بریم حرم، از قبل می دیدم آماده است. یعنی موافقت با همسر همونطوری که سبب میشه زندگی آرامش بخش بشود، محبت اون زن رو هم در دل شوهر زیاد میکنه. بله. تا جایی که یک لحظه فراقش رو تحمل نمیکنه. بسیار تشکر. خداوند ان شاء الله بر درجاتشان بیفزه. در خدمت شما خواهیم بود در بخش بعدی. همچنان با ما همراه باشید، به وقت بیداری رو در بخش های بعد هم دنبال بفرمایید. تشکر میکنیم از نگاه مهربان و نفسهای گرم شما ایزان که با ما همراه هستید و همچنین از همکاران پرتلاشمان در بخش فنی و تکنیکی این برنامه. با ما همراه باشید. میتوانید از طریق پل ارتباطی برنامه نمبر مثبت 964-780-255-4013 پیام های ارزشمند خودتون با ما به اشتراک بگذارید. موضوع برنامه امشب حقوق خانواده از نگاه امام سجاد علیه السلام و انشالله بحثی که امشب در محضر استاد موسوی انشالله ادامه خواهیم داد، حقوق زن بر مرد هست. در خدمت شما هستیم استاد. میخواییم کمی از مصادیق حسن معاشرت بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یکی از حقوق زوجه بر زوج، یعنی زن بر شوهر، نه زن بر مطلق مرد. بله. زن بر شوهرش چه حقوقی داره؟ امام سجاد علیه السلام یکی یکی اینا رو میشماره. یکی از اون حقوق اینه که فرمود حسن معاشرت داشته باشه. البته حسن معاشرت گرچه که دستورش مستقیما توجه پیدا کرده به مرد، اما آثارش عرض کردیم که برای کل خانواده، تمام اعضای خانواده آثارش ظاهر میشه. موارد حسن معاشرت در روایات ما توضیح داده شده. یکی از مهمترین مصادیق و موارد حسن معاشرت خوش اخلاقی و خوش رفتاریه، حسن خلق. در روایت از امام مجتبی علیه السلام داریم که امام مجتبی علیه السلام فرمود ما یوزع فی میزان امرئ این اثقل من حسن الخلق. روایت از پیامبر، امام مجتبی هم نقل کرده. یا حضرت فرمود که ان احسن
حسن الخلق الحسن، در پرونده اعمال انسان با ارزشتر از حسن خلق و خوش اخلاقی گذاشته نمیشه. چقدر زیباست این حدیث. نسبت به همه انسان باید خوش رفتاری داشته باشد، خوش اخلاقی داشته باشد، چهره باز و عرض کنم لب متبسم داشته باشه، خیرخواه همه باشد. این نسبت به هم است، مخصوصا نسبت به همسر انسان، کسی که یک عمر قرار است در کنار انسان در تمام سختی های زندگی معاون انسان باشه، کمککار انسان باشه، مشارک انسان باشه، شریک انسان باشه. خب چه کسی بهتر از همسر انسان که انسان به همسرش خوش اخلاقی خودش رو هدیه بکنه. گاه وقت بعضی ها هستن که بیرونشون خیلی خوبه اما داخل خانهشون خیلی گنده، خراب. بیرون وقت میاد با همه خوشوبش دارن، خوش اخلاقی دارن، رفتار درست و مناسب داره، اما وقت خانه میرن مثل مرج زهر مار میشه به تعبیر ما. نمیشه اون رو با هفت من عسل خورد. لذا میفرماید که اگر قرار هست ما حسن خلق داشته باشیم، نفاق در حسن خلق نداشته باشیم. بریم اول این حسن خلق رو هدیه کنیم برای همسرمون، برای اعضای خانوادهمون. امام صادق علیه السلام میفرماید که لاغنن به زوجه ان سلاس، سه چیز هست که هیچ مردی در زندگی خودش بی نیازی از این نیست. ببینید اینا دیگه فلسفه بافی های فیلسوفان غربی و امثاله نیست، این کلام مقدسی است که از زبان نورانی و پاک معصوم به ما رسیده. سه چیز هست که هر مردی در زندگی خودش به این احتیاج داره اگر میخواد زندگی بکنه، اگر میخواد زندگی آرامش بخشی رو تجربه بکنه، اگر نه که میخواد فقط زنده باشد و یک زندگی از هم پاشیده و عرض کنم خدمتون که بی سر و ته داشته باشه، نمیخواد اینا رو رعایت بکنه. اگر یک زندگی خوب میخواد داشته باشه، این سه تا چیز رو باید نسبت به همسرش، ثلاثه اشیاء فی ما بینه و بین زوجته، مخصوص بین خودش و بین همسرش، باید رعایت بکنه. یک، الموافقه تو لیجتلب بها و محبتها و هواها. یک، اولین موردی که امام صادق علیه السلام میفرماید اینه که سر مخالفت با همسرش نداشته باشه. بعضی ها این چنین گمان میکنه که اگر ما با پیشنهادات و درخواست های همسرمون موافقت بکنیم، این پررتر میشه، توقعات و انتظاراتش زیادتر میشه، لذا از در مخالفت وارد میشه. و گاه هم عجیبتر این که این رو مستند میکنه به متون دینی ما، میگه در دین ما گفته که زن هرچی گفت برخلاف گفتار او رفتار کنیم. این خطای واضح و آشکاریه. در هیچ جای دین ما همچین مطلبی رو نداریم که گفته باشه زن هر وقت هر دستوری داد، هر چیزی گفت، هر خواهشی داشت، شما برخلافش رفتار کنیم. همچین چیزی وجود نداره. بی‌انصافی است. بله، قطعا دروغ است که به دین میبندن. اینی که یک شخص، یک مرد در خانه خودش هر رفتاری که داشت او را با آب دین بشوره و خودش در قالب دین بخواد یک خیانت به خانواده و به دین در واقع انجام بده. میفرماید که اولین کار اینه که این مخالفت رو از در مخالفت وارد نشو، مخالفت رو کنار بذار. همسرت یک پیشنهاد داده، روش فکر کن. بله، اگر میبینی مضر به اعضای خانواده نیست، موافقت کن. تعبیر اینه، الموافقه، موافقت کن باش تا جلب بکنی به واسطه این موافقت او را، جذب بکنی، محبتش رو جذب بکنی و هواها، عشقش رو به خودت جذب کنی. این هوا در اینجا دقیقا به اونه عشقه. در اون شعرم هست که هوای مع الرکب الیمانی مسعدون، عشق من با کاروان یمنی ها داشت میرفت. اینجا میفرماید که عشق همسرت برات مهمه یا مهم نیست؟ اگر مهم هست از در مخالفت داخل نشو. پیشنهاد میکنن، میبینیم ضرر کلی نداره، موافقت کن. یک، دو، و حسن خلقه، خوش اخلاقی رو هدیه کن به اعضای خانواده تا با این حسن خلق استمالت قلبها، دل او رو بگیری در دست. وقتی دلش رو به دست گرفتی، بعد دیگه تابع تو میشه. بعدم فرمود که در نظر او، در محضر همسر، در جلوی او با یک هیئت حسنه ظاهر شو. یعنی چی؟ یعنی آقا جان اول مواظب رفتارت باش، از در مخالفت داخل نشی، حسن خلق داشته باشی، بعد به ظاهرت هم برس. روایت داریم که اگر مردی به ظاهر خودش نرسد، یک ظاهر مشمئز کننده
و تنفرزا داشته باشه، لباسش همیشه ناشور، چرکالود، بوی عرق بده، بدنش به سر و صورتش نرسد، این مطمئن باشد همسرش با این مشکل پیدا خواهد کرد. در اون روایت تعبیری خیلی مهمتری به کار رفته، ممکن است دل بده به کسی دیگه، ممکنه عفتش لکه‌دار بشه. حالا یک کسی ممکنه خدای نکرده تن به فحشا بده و ممکن است یک خانواده مقید تن به فحشا نده، اما یک جدایی عاطفی بین این و همسرش ایجاد بشه. اینو باید آدم مواظب باشه. بعد فرمود و توسعه تو علیها، توسعه بده از لحاظ مادی، از لحاظ عرض کنم که مسائل خرید و لوازمی که احتیاج داره توسعه بده. یکی از اساتید میگفت گاهی وقت هست این زنا اصلا استقلال اقتصادی دارن، خودش درآمدی داره، شاغله. در این حال میگفت این شوهر باید برای که قلب او را دست نده گاه گاه بهش پیشنهاد بکنه که پول یک وقتی چیزی، پول تجیبی چیزی لازم نداری، اگه لازم داری خلاصه هست این پول بدید، ولی او زن خرج نمیکنه، همون تایی کیفش وقت این پول میبینه دلش قرصه که همسرش دوست داره. و خیلی وقتها مشکلات آینده همین مرد توسط همون پولها احسن حل میشه. خیلی وقتها همونا میرن یک طلایی میخرن یا نمیده پس اندازی میکنن، باز یک جایی که عرض کنم خدمتتون مشکل حاد پیش میاد به صورت فوری پول لازم هست همونا به درد میخوره. جدا از این که خب مگر این زن کجا میخوای خرج کنه؟ خب اگر شما پولی هم در اختیارش قرار بدید تو هم خانه خودت خرج میشه دیگه. لذا در اینجا امام صادق علیه السلام فرمود یک زندگی آبرومند محتاج به این سه چیز هست. یکی این که ما موافقت همسر رو داشته باشیم، دوم این که در حوزه رفتاری حسن خلق داشته باشیم، سوم این که در مسائل اقتصادی هم هواشو داشته باشیم. اینجوری نشه که 10 بار به طرف زنگ بزنه که یک شارژ برای من بفرست، باز بگه ها باشه حالا مثلا سرم شلوغه بعدن میفرستم، باز خانم میاد میگه شارژ نفرستیدم می‌خواستم با خواهرم دو کلمه حرف بزنم، بله. بازم میگه نه نشد، باز ان شاء الله بعدن، تا یک هفته همینجوری معطل کنه طرف رو. خب این بهش برمیخوره، اون تمام زندگی خودش تو این زندگی گذاشته، تمام جوانی و زیباییش گذاشته، زحمت داره میکشه. لذا حقش اینه که فرمود باید این موارد نسبت به او رعایت بشه. این یک مصداق از مصادیق حسن معاشرت. اگر وقت هست که مصداق دیگر رو هم اشاره کن. بله وقت هست، حدودا 2 دقیقه بله. دوستان اشاره میکنن که وقت داریم. دومین مصداق از مصادیق حسن معاشرت، امام سجاد علیه السلام در همین رساله حقوق میفرماید و یکرمها، وقتی با یک کسی ازدواج میکنی او رو گرامی بدار. من خندم به خاطر اینه که متاسفانه بین بعضی از افراد که ازدواج میکنه دیده میشه که این مرد از روز اولی که با اون زن ازدواج میکنه بنای بر تحقیرش داره، بنای بر اینه که اونو زیر دستش بکنه. یک جمله هم در همین فارسی ما هست میگه که گربه رو دم حجله بکش، یعنی از اول یک رفتار شدید و خشین نشان بدی به اون زن که ازت حساب ببره، بترسه. ای بابا جان چقدر با فرهنگ اهل بیت متفاوته. میفرماید آقا جان و یکرمها، گرامی بدار این زن رو. امام صادق علیه السلام فرمود من اتخذ امرأتن فل یکرمها، کسی که زن انتخاب میکند باید او رو گرامی بداره. فل یکرم ها فعل امر است، بالا می تاکید. بعد میفرماید خب این حقی است که تعبیر میشه از او به رعایت حقوق، رعایت احترام متقابل. اگر ما گرامی بداریم همسرمون رو، او هم گرامی میدارد ما رو. اگر ما او رو تحقیر کنیم، اونم بعدها کم کم روش باز میشه، تحقیر میکنه. لذا میفرماید که گرامی بدارید همسرتون رو، احترام متقابل رو که یک اصل اساسی در زندگی است، انشاءالله رعایت بکنیم. انشاءالله که همه ما که گاهی اوقات دچار مشکلات خانوادگی میشیم، به جایی که دنبال دیگر اتباع بگردیم، بریم در خانه اتباعی اصلی، اهل بیت اسمت و طهار دل مسلم، انشاءالله که مشکلات ما زودتر حل میشه. انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. همچنان با ما باشید، به وقت بیداری ادامه داره. در بخش سوم ادامه فرمایشات استاد محترم خواهیم دید و خواهیم شنید. Oh.
خوشحال هستیم که همچنان با ما هستید. تشکر میکنیم از اینکه وقت بارزش خودتان صرف برنامه خودتان به وقت بیداری میکنید. شما در این برنامه همراه ما هستید و مایه افتخار ما هست. اما اگر خواستید برنامه را دوباره ببینید، از همین شبکه در بازپخش ها و همچنین در فضای مجازی از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب میتوانید با سرچ موضوعی برنامه با آنها دسترسی پیدا کنید. حتما این موضوعات میتوانه بسیاری از مشکلات خانوادگی ما را حل کنه. بالاخره ما آمدیم به در یک دکتری که دکتر اصلی هست، داروی اصلی به ما میده و حضرت امام سجاد علیه السلام حقوق خانواده را دوباره برای ما ایشان تبیین کردند و بالسان مبارک جناب استاد موسوی عزیز به محضر این امام بزرگوار نشستیم. در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مصادیق حسن معاشرت و خوشرفتاری با خانواده رو از روایات داشتیم عرض میکردیم. امام سجاد علیه السلام فرمود یکی از حقوق زن بر مرد اینه که مردان با زنانشون حسن معاشرت داشته باشه. یکی از موارد حسن معاشرت میفرماید که اظهار محبت و علاقه به همسره. در مورد سایر جانداران این اظهار محبت و علاقه اونقدر موضوعیت نداره. مثلا در مورد فرض کنید کسی یک طوطی داره، یک گربه ای داره، نمیدونم هر چیزی، حیوانات دیگه، گوسفندی داره، وقتی غذای او رو به موقع آب و خوراکش جلوش میگذاره همون رو میخوره، کیف میکنه، سر حال میشه، چاق میشه. ولی ظاهرا انسان ها به این مقدار اکتفا نمیکنه. انسان احتیاج عاطفی داره. در این حدیث وجود نازنین مقدس پیامبر اسلام هم تاکید میکنه روی این قضیه. میفرماید وقتی زن و شوهر به یکدیگر نگاه مهربانانه و از روی رحمت دارد، خدای این عالم به هر دوی اونها نگاه رحمت میاندازه. چقدر زیباست اظهار محبت. اظهار محبت به چیه؟ گاهی وقت لفظیه. ما در همین مقامی که اظهار محبت لفظی هم هست گاهی وقت کم میذاریم. آقا این لفظ که از انسان پولی هزینه ای نمیگیره که، چی بگیم؟ بگیم آقا خانم دوستت دارم، عشق من هستی، صفای زندگی من هستی. از همین کلمات که همه بلده، همین کلمات که گاه به یک افراد میگی که نباید بگی، که شایستگیش نداره. چقدر ما ضعیف هستیم. بله، من روی سخنم با جوانان عزیزه. گاه وقت اینا به رفقاشون از جنس مرد، یعنی رفیق دو طرفه، یک کلمات میگه نوکرت هستن، نمیدونم من مخلصت هستم، فدات بشم. خب همین جملات برای خانومت بگو، مرد حسابی بگذار که ببینیم چه معجزه ای میکنه. شما همین جملات رو قبل از اینکه خانه بیای برای همسرت بنویس، ارسال کن، بعد بیا ببین چقدر تحویلت میگیره. بله، چون از لحاظ عاطفی زنان احتیاج به این امر داره. لذا در قرآن کریم هم میفرماید که وجعل بینکم مودتا و رحمه. مودت یعنی اظهار محبت باطنی، او اظهار محبت رو باید داشته باشی. این یکی از مصادیق عرض کنم که حسن معاشرتی که باید داشته باشیم. امام صادق علیه السلام فرمودن کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا. روایت عجیبیه. دیدین در راهپیمایی عظیم اربعین عشق ورزی های مؤمنین را با مقتدا و امامشون، یعنی خامس آل ابا حضرت ابا عبدالله الحسین، دیدین در قالب های مختلف. امام صادق علیه السلام میفرماید یکی از نشانه های عشق واقعی به ولی خدا و به ما این است که اون مرد اگر واقعا عاشق ما باشد، روز به روز عاشق تر میشه نسبت به همسرش. خیلی قشنگ است. بین اینها ملازم است، چون دستور اهل بیت بر مدارای با همسره، بر عشق ورزی خالصانه با همسره. دستور اهل بیت اینه که انسان یک زندگی آبرومندانه ای را و آرامش بخشی رو برای خودش تنظیم بکنه و تجربه بکنه. میفرماید کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا. هر کسی هر چقدر بیشتر ما رو دوست می‌دارد به همون اندازه خانواده دوست میشه. روی سخن اینجا با مردان، زنانم شاملش میشه. هر کسی میگه، نمیگه مرد. لذا ما الان که حقوق زنان رو بیان میکنیم، خانم ها بلند نشن دیگه، مثلا الان میگه نگاه تو این همه حق از ما ضایع کردی، بذار برسیم از اون طرف. مردانم حقوق بر زنان دارن. در اینجا میفرماید آقا عشق ورزی و محبت ورزی با اعضای خانواده،
زن و مرد نسبت به یکدیگر باید این چنین باشه. سومین موردی که امام سجاد علیه السلام بیان میکنن میفرماید و یرفق بها، یکی دیگر از حقوق زن اینه که میفرماید رفق و مدارا داشته باشد با همسرش، رفیق باشه. خیلی جالبه، خیلی قشنگه، به این زن به چشم کلفت و خدمتکار نگاه نکنه. الان نیست انشالله، در بعضی از فرهنگ های منحط و عرض کنم که فرهنگ های بسیار بسیار بی سوادانه و پست این چنین بوده که اونا میگفتن ما زن میگیریم که خدمت کنه دیگه، برای اهل، برای اعضای خانواده ما، برای پدر مادر عمو نمیدونم برادر شوهر، زن برادر شوهر نمیدونم کی و کی و کی، تا آخر باید خدمت کن. اینو اسلام میگه نه خیر، اینجوری نیست. تو به دید رفیق باش نگاه کن، با مدارا باش زندگی کن. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کردیم در رسول الله حقوق زنم بر من چیه؟ چه حقوقی رو نسبت به او باید رعایت کنم؟ حضرت فرمود که یشبع بطنها، هیچ وقت در خانه تو احساس گرسنگی نباید سراغش بیاد. همیشه زن دوست داره که مواد غذایی یک هفتهش رو ببینه تو خونش. اگه پیاز، سبزیمینیه، نمیدونم برنج، روغنه، اینجوری نباشه که زن همیشه استرس این داشته باشه که آقا فردا مثلا من شب چی درست کنم، فردا ظهر چی کار باید بکنم، بعد هی از شوهرش بپرسه که چی کار باید بکنم، بعد این شوهرم بگه به من چی دیگه، ما که اول ما آوردیم. اینطوری نباشه، چشم و دل سیر بار بیاره زن خودش رو. یک زنی که احساس فقر و فلاکت بکنه بار نیاره. و یک سو جسته ها، مجلسی بوده برایش یک لباس خرید، حالا یک مجلس دیگه شده. این زنا معمولا اینجوری هست که یک لباس در دو سه تا مجلس نمی پوشن، خب برو یک ارزانتر بگیره لااقل، ولی نهایتا لباس بخره. و یک سو جسته ها، نکند این کار رو که زن رو پیش بقیه هم نوعانش خار و ذلیل بکنه. در هر مجلسی که بره بگه ها امون خانم لباس قرمزه باز آمد، یک لباس داره دیگه، بس سلام نامه تمام. نمیشه اینجوری که. بعد بفرماید که و این جهلت غفر لها. من این سری بگم، گاهی ممکن است عواطف زن غالب شود بر عقلش، بر تدبیرش، یک جهالتی بکنه، یه حرفی بگه، یا یک رفتاری مثلا ناشایستی انجام بده. حضرت میفرماید یکی از حقوق زن بر شوهر اینه که ببخشه. حالا یک حرف گفته که نباید میگفت، یک کاری کرده که نباید میکرد، مثلا یک بی احترامی به برادر شوهرش کرد، یا به زن داداشش کرد، مثلا زن داداش برادرش چه شوهرش، خب میگه اینو ببخشه. در روایت پیامبر اسلام فرمود من صبر علی سوء خلق امرته احتسابا اعطاه الله بكل مره يصبر عليها من الثواب مثل ما اعطی ایوب علی بلائه. کسی که میبینه خانومش بد اخلاق شده، این بد اخلاقی ها گاه وقت موسمی هم هست، طرف مثلا بچه به دنیا آورده، خانم در حال شیردهی، خب ضعف از طرفی، استرسی که نگهداری بچه داره از سوی دیگر، عقب موندنی از کارهای زندگیش از طرف دیگر، سبب میشه سوی خلق پیدا بکنه. سوی خلق یعنی بد اخلاق بشه، اخلاقش تغییر بکنه. هورمون هایی که در اون زمان ترشح میکنه در وجود این زن که لازمه حفاظت از کودک است و تا آخر، اینا سبب میشه داره بد خلق بشه. اینا رو باید درک کنه، مرد باید بفهمه، مخصوصا اونایی که تازه ازدواج کردن. شما رو به خدا یک کتابی در تفاوت‌های بین زن و مرد مطالعه کنید، بله. ببینید در چه زمان‌های زنا احتیاج بیشتری به مدارا داره، یا ایام خاصی که زنان از عبادات معذور هستن در هر ماه، بله. چند روزی اون ایام بسیار بسیار تحت فشار، عرض کنم که عصبی هستن، لذا باید مدارا رو در اینجا بیشتر کرد. پیامبر اسلام می‌فرماید کسی که با حسن، با سوی خلق و بدخلقی همسرش کنار بیاد، صبر بکند، میفرماید خداوند با هر باری که این صبر پیشه میکند و صبوری میکند، مثل اجری که به حضرت ایوب داد به این فرد عنایت میکنه. این نگاه دین به نظام زندگی خانوادگی است و دستور اهل بیت عصمت و طهارت در رابطه با برخورد با زن و همسری. استاد کمتر از دو دقیقه وقت داریم و میخواییم که در دو سه جمله راهنمایی بفرمایید بنده و امثال بنده که جوانتر هستیم و شاید گاهی اوقات دچار بعضی مشکلات خانگی میشیم، در حد دو سه جمله بفرمایید که این
فرمایشات امام سجاد علیه السلام ما شنیدیم. بله. چیکار کنیم که اینها کاربردی شود در زندگی ما؟ برای کاربردی کردنش خب انسان باید از خودش شروع کنه. به عبارت دیگر وقتی ما این پیام عرشی رو از امام معصوم دریافت میکنیم، نه به این معناست که ما علم و اطلاعات خودمون رو افزایش بدیم و در مقام عمل بهش پایبند نباشیم. بله. در مقام عمل از همین رو تصمیم بگیریم هممون، بنده، شما، جناب عالی و همه عزیزانی که میشنون، آقا یک گوشه ای از این دستورات رو ما رعایت بکنیم. بله. این دستوری که پیامبر به امیرالمومنین میده میفرماید که یا علی فدارها علی کل حال، مدارا کن در هر حال با همسرت مدارا کن، و احسن از صحبت لها، موقع صحبت کردن با او درست حرف بزن. امیرالمومنین به ماها آموزش میده فیصف عیشک، این حدیث مال امیرالمومنینه، اصلاح کنم، حضرت میفرماید وقتی که با همسرتون هستید از در مدارا همیشه داخل بشید، میبینی در نظر تو یک کارش قشنگ نیست، مدارا کن و حسن مصاحبت داشته باش، رفتارت درست کن، فیصف عیشک، با صفا میشود زندگی تو در سایه مدارا و رفتار بزرگوانان با همسر. بله، بسیار تشکر استاد، بسیار ارزشمند بود و جا داره که فکر کنیم بر کلمه کلمه و جملاتی که حضرت عالی فرمودید امروز، انشاءالله، و انشاءالله که در جلسات بعد هم در خدمت شما باشیم. انشاءالله در خدمت شما. از نگاه مهربان شما بزرگواران هم تشکر میکنیم، از لحظه ابتدایی تا این لحظه که لحظه خداحافظی هست با ما همراه بودید. در این روزهای آخر ماه صفر باز هم التماس دعای خیر شما عزیزان داریم. از همه شما باز هم تشکر میکنیم و به دیدار مجدد شما اشتیاق داریم و به دعای شما احتیاج.